ما مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی اولین لایحه بودجه دولتش را ارائه داد. در این لایحه به روشنی از طرح دولت برای افزایش قیمت بنزین یاد شده و همچنین به نظر می‌رسد حقوق بازنشستگان کشوری در حدود 11 میلیون تومان محدود مانده است. گزارشی در این باره. مسعود پزشکیان بار دیگر به مجلس شورای اسلامی بازگشته است برای تقدیم اولین لایحه بودجه دولتش، لایحه بودجه 1404. پزشکیان از همین مجلس به ریاست جمهوری رسید. مخالفان زیادی دارد، اما همانطور که حمایت خامنه ای منجر به ریاست جمهوری و تشکیل بی دردسر دولت او شد، ظاهراً کار سختی برای تصویب این لایحه در مجلس ندارد. پاشنه آشیل لایحه بودجه دولت پزشکیان و کلن حکومت جمهوری اسلامی نداشتن پول در خزانه است. تحریم‌های گسترده، کاهش چشمگیر صادرات نفتی و فساد اقتصادی داخل ایران موجب شده تا نگرانی‌ها افزایش یابد. حتی در صحبت‌های رئیس جمهوری اسلامی ایران موضوع گرانی بنزین ضمنی مطرح شده است. میزان مصرف بنزین در سال جاری حدود 40% بالاتر از سال 1398 میباشد. این در حالی است که رشد جمعیت و درآمد ملی بسیار کمتر از این است. حمید پور محمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران، بعد از حضور پزشکیان بحث گرانی احتمالی بنزین را توجیه می کند و می گوید راهی جز گرانی بنزین نمانده است. 40% طی همین چند سال اخیر رشد مصرف بنزین افزایش پیدا کرد. رئیس سازمان برنامه و بودجه ایران می گوید کسری های دولت موجب شده تا از الان دولت برای برداشت بخشی از دارایی ملی در حساب ذخیره ارزی یا همان که مقامات صندوق توسعه می نامند برنامه ریزی کند. پور محمدی گفته با موافقت خامنه ای سال آینده 20% از مازاد این صندوق برداشت می شود. از نکات دیگر لایحه اول مسعود پزشکیان برای بودجه کشور، حقوق بازنشستگان کشوری است. پیشنهاد شده است که حداقل حقوق بازنشستگان 10,800,000 تومان باشد. بازنشستگانی که مدت هاست معترضند و بعید است که با این حقوق از اعتراض آنها کاسته شود. لایحه بودجه بعد از بررسی در کمیسیون‌های مجلس باید در صحن عمومی مورد تصویب نمایندگان قرار بگیرد و بعد شورای نگهبان آن را از حیث تطابق با اسلام و قانون بررسی کند، راهی طولانی که شاید تا میانه‌های زمستان طول بکشد. سیران شرفی، صدای آمریکا.